محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. عظم الله اجورنا و اجورکم به استشهاد الامام محمد الباقر علیه السلام. خدا به همه شما عزاداران اهل بیت عصمت و طهارت اجر جزیل عنایت بکنه و انشاءالله عزاداریتون مورد قبول خدای عزوجل قرار گرفته باشه. تسلیت عرض میکنم خدمت یکایک که شما شهادت سالگرد شهادت آقای ما محمد باقر علیه السلام رو و عرض سلام و ادب دارم خدمتتون و برنامه سرزمین عشق رو امشب در خدمتتون هستیم از کربلای معلا، از بهشت روی زمین. همطور که مستحضر هستید در این شبها در خدمت کارشناس عزیز و ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ مصطفی ادیب هندی از لکنوی هندوستان هستیم که راجع به شیعیان هندوستان مطالب ارزنده‌ای رو بیان فرمودن. اجازه فرمایید بدون مقدمه از اونجایی که با چند دقیقه تأخیر هم برنامه شروع شده برای اینکه بیشتر استفاده بکنیم از زمان برنامه بریم سراغ اصل بحث و خدمت کارشناس عزیز عرض سلام داشته باشم، بعد از اون انشالله آهسته آهسته وارد بحث بشیم. حاجی ادیب سلام عرض میکنم خدمت شما و مجددا تسلیت عرض میکنم خدمت شما شهادت آقای ما محمد باقر علیه السلام. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. منم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم، همچنین در خدمت شما و به نحو شما و تمام ناظرین شبکه مبارک امام حسین تعزیت و تسلیت شهادت امام محمد باقر علیه السلام را عرض می نمایم. خدا حفظتون بکنه. همچون شبهای گذشته اجازه بفرمایید امشب هم عرض سلام بدیم خدمت آقای امام حسین و برادر با وفاشون آقا ابوالفضل عباس علیه السلام و بعد از اون انشالله وارد بحث امشب بشیم. من به روی پا میستم تا با صدای شما انشالله این عرض ادب رو داشته باشیم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن عمير المؤمنين وابن السيد الوسيئين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولعمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليهم، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا أبا الفضل العباس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدایا به ما توفیق بده تا در جوار امام حسین علیه السلام و برادر باوفاشون آقا ابوالفضل عباس علیه السلام شکرگزار نعمات تو باشیم و امسال انشاءالله کربلا میزبان عزاداران حسینی باشه. آهسته آهسته داریم به ایام محرم نزدیک میشیم و محرم با جوش و خروش و
جنبش مردم و عزاداری هاست که رنگ و بوی محرم به خودش میگیره و حقیقتا مظلومیت آقای امام حسین علیه السلام چیزیه که اجازه نمیده مردم نسبت به اون بی تفاوت باشند. بحثی هست، این بحث کرونا، همونطور که قبلا هم خدمتون عرض کردم و این رو همه اون دوستان عزیزی که بالاخره به نحوی با این ویروس سر و کار پیدا کردن متوجه شدند که شرایطی که داره راجع به این ویروس و راجع به بحث کرونا درش در رسانه ها صحبت میشه خیلی حجم وسیعی تری داره از اون خطر و حالت اصلی که خود این ویروس داره. درسته ویروس ناشناخته است، ولیکن تا این حد که اون رو خطرناک جلوه دادن برای همه به اون حد نیست. خب این رو عرض بکنم که بشر در طول تاریخ سختی هایی بیشتر از کرونا رو به خودش دیده و خدای عزوجل حافظ بوده و هیچ کدوم به این ترتیب به این صورت بشریت رو تهدید نکرده. حال چطور شده که به خاطر ویروسی که تنها 3% قربانی میگیره، 3-4%، و حالا میگم نمیخوام زیاد راجع به این قضیه صحبت بکنم، ولی به خاطر این میخوان همه چیز رو تعطیل بکنن که انشالله این اتفاق نمیفته و خدا میدونه پشت پرده این حجمه و این پروپاگاندای شدید راجع به کرونا چه چیزی نهفته است، الله اعلم. اجازه بدید بریم سراغ بحث امشب و همونطور که دیشب هم با جای ادیب هندی صحبت کردیم و قرار شد امشب رو اختصاص بدیم به علمای هندوستان، علمای تشیع در تاریخ هندوستان و فعالیت‌هایی که اینا در طول سال‌ها در هندوستان برای تثبیت مذهب حقیقی تشیع در بین مردم انجام دادن. حاجی ادیب در خدمتتون هستیم، ان شاءالله استفاده می‌کنیم از بیانات از تاریخ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که ما دیشب عرض کردیم انشاءالله میخواییم این چند شب که هست در مورد علمای هندوستان و وضعیت فعلی هندوستان و شیعیان هندوستان بالخصوص حرف بزنیم. علما یه نقش خیلی زیادی در تبعین هر دینی دارن، یعنی هر دینی به طریق علمایش، به طریق کارهای علمایش بیشتر به مردم شناخته میشه تا به کارهای حکام و اینا. این تمام دولت ها که ما ازشون نام بردیم و ذکر کردیم، اینها نمیتونستند کارهایی برای تشیع انجام بدن اگر علما پشتوانیشون نمی کردند، اگر علما نمی اومدن در صحنه و به اینها راهنمایی نمی کردند یا به اینها این چیزها را نمی گفتند که چطور باید بیان این کارها را انجام بدن. لذا از همین اول نقش های علما در این چیز معلوم هست و همونطوری که در مورد سلطنت بهمنی ها و بالخصوص بعد از اون سلطنت قطب شاهی و سلطنت های نظام شاهی و بیجاپور عرض شد که خود پادشاهان خیلی این کار را انجام دادن که علما را از خصوصا از ایران دعوت کردن، سادات را از ایران دعوت کردن که بیان هندوستان تو دربارشون بیان و بتوانن تو این منطقه تو این هندوستان بیان و تشیع رو ترویج بدن و همین سبب شد که این کار علما و این مهاجرت علما و این گذشت علما از کارشون، از زندگیشون، از تمام چیزها که انجام دادن، این تشیع که الان ما می‌بینیم مدیون این زحمات علما هست. یکی از این شخصیت ها که یکی از اونها رو می‌خوایم امروز نام ببریم خیلی شخصیت عظیمی هست و میشه گفت که اون کسی هست که شیعه یا تشیع را در هندوستان به نحو احسن رایج کرد و اون کسی نیست مگر قاضی نورالله شوستری که ایشون در واقع سید نورالله حسینی مرشی شوستری بود که در سال 956 قمری در شوستر به دنیا اومد و در سال 1019 در هندوستان درگذشت و معروف هست به اسم قاضی نورالله شوستری یا در هندوستان در بین علما، حتی در بین علما به عنوان شهید ثالث معروف هست و قبرشون و مزارشون در شهر آگرا که قبلا پایتخت مغلها بود در هندوستان در شهر
در ایالت اتر همون عود ما نزدیک 300 کیلومتر از لکنو فاصله دارد، اونجا واقع هست. ایشون از اون علمایی هست که از ایران به هندوستان مهاجرت کرد و در دربار اکبر شاه که همون سومین پادشاه سلسله مغول های هندوستان بوده که پدرش همایو از طریق صفویای ایران تثبیت شده بود در هندوستان، با اینکه خود اکبر شاه و همایو سنی مذهب بودند ولی یه خورده گرایش به تشیع داشتند و علمای شیعه مثلا خیلی در دربارشون وجود داشتن. لذا وقتی قاضی نورالله شستری به هندوستان اومد، مستقیما خدمت ابوالفتاح مسیح الدین گیلانی که طبیب بود و ایرانی بود و شاعر بزرگ بود و در دربار اکبر شاه یک سمت مهمی داشت، دستگاهشون رسید و از اون طریق دستگاه اکبر شاه رسید تا اینکه قاضی شهر لاهور شد، یعنی قاضی القضات شهر لاهور شد و منصوب شد از طرف اکبر. و ایشون در علم فقه و اصول و تاریخ و فلسفه و تمام چیزا اینقدر سلطه داشت، خصوصا در فقه و اصول، که در بر پنج فقه فتوا میداد. این خیلی بی‌نظیر هست در تاریخ علمای تشیع در کل که یک فقیه بیاد از در پنج فقه که چهار تا مال سنی ها باشه و یه دونه مال فقه امامیه، یک فقیه بیاد در پنج فقه فتوا بده. یعنی کسانی که از تیار مثلا ملکی ها می اومدن برایش به طبق دستور اونها رای میداد و همونطور برای همه. و ایشون خیلی کتاب های ارزنده نوشت در هندوستان که معروفش احقاق الحق هست و الزام الناصب هست و سوارم محرقه که در رد سوائق محرقه ابن حجر حیتمی هست که خیلی کتاب معروفی هست در ردیه. و این از این کارهایی بود که اومد تشیع را تثبیت کرد و واضح کرد تمام کارهای و افرادهای تشیع. ولی تا حتی اون در اون زمان هم خیلی نمیتونست خودش را شیعه جلوه بده، ولی با اون حد عالم بودن و قاضی بودن کارهای شیعه را و مقدمات شیعه را و عقاید شیعه را و همینطوری چیزهایی که برای شیعه علیه شیعه کار میشد، دفاع شیعه را، این کارها را انجام داد و سبب شد که شیعه در هندوستان و فرهنگ تشیع در هندوستان رایج شود. تقریبا 40 تا کتاب در کلام و فقه و اینها خصوصا در مورد گسترش مذهب تشیع در هند و سند از کار قاضی نورالله شستری هست که در زمان اکبر شاه انجام داد. ولی بعد از اینکه اکبر شاه از دنیا رفت و جهانگیر که پسر اکبر شاه بود به روی کار اومد، علمای اهل تسنن خیلی بر شاه فشار آوردند که این شیعه مذهب هست و میخواد ناسبی ها را تثبیت بده و میخواهد مثلا تشیع را در هندوستان تثبیت بده و شما نمیتونی جو اگر جلویش را نگرفتی دیگه امامی ها میان و شیعیان میان کل مملکت رو درهم میکنن. و شاه هم قانع نشد تا اینکه اینا سازش کردند و توطئه کردند و علیهش چیزهایی را نگاشتند و قائم کردند، تا اینکه شاه مجبور شد که قاضی نورالله شستری را از سمتش عزل کنه. و این کسانی که با همین حیله هایی که انجام داده بودن شاه را مجبور کردن که حدش بزنن، شاه هم گفت حدش را چجوری بزنیم، شماها دیگه خودتون درست کنید. و اینها به این پیرمرد 70 ساله شلاق زدن تا این حدی که ایشون از این دنیا رفت و بدنش تکه تکه کردن. و تو تاریخ اومده که بدنش رو در کنار جاده ها تو جنگل همینجوری گذاشته بودن که یک شخص مؤمن در شهر آگرا بود که تو رویاش، تو اینها تو علما نوشتن تو کتابهاشون که تو رویاش حضرت زهرا سلام الله علیها تشریف آوردن و گفتن که یکی از فرزندان ما را کشتن و تو فلان جنگل جسدش رو گذاشتن، برید اونو دفنش کنید. و این فرد با افراد دیگر اومد و دید اونجا پیکر قاضی نورالله شستری و خونین در حال اینجوری گذاشتن، حالا اونو دفنش کردن. و الان اون جایی که
قاضی نورالله شستری را دفن کردن، دیگه به اسم مزار قاضی نورالله شستری، به اسم مزار قاضی القضات معروف است در شهر آگرا، همین نزدیکای 7 کیلومتر از خود تاج محل فاصله داره و الان الحمدلله یه بنای خیلی خوبی داره، یه زری سنگ مرمر داره، خیلی قشنگ هست زریشون. من رفتم زیارتشون و بر سرشون رفتم و فاتحه خوندم. خیلی الان مردم میان اونجا، سالیان سال اونجا مجالس برپا هست و کارشون که همون کتاب احقاق الحق باشه یا کارهای دیگه که برای تثبیت شیعیان انجام دادن، سبب شد که دیگه بعد بعد کم 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 دیگه شیعیان تو هندوستان به خاطر این شهادتشون و به خاطر این قربانی کهشون دادن و به خاطر این ولایت امیرالمومنین که درشون بود، یعنی ایشون به راحتی میتونستن از تشیع انکار کنن، خیلی راحتی میتونستن از همه چیز انکار کنن و بیان و به راحتی زندگی کنن، خیلی مقرب پادشاه بودن، پادشاه نمیخواست ایشون رو بکشه، ولی چون کتاب احقاق الحق را ایشون رد نکرد و گفت نه کتاب من هست و من تثبیت من برای ولایت امیرالمومنین و بر فضیلت امیرالمومنین این کتاب نوشتم و این عقیده من هست، دیگه حاضر شد جانش رو بده ولی ولایت دست بردار از ولایت امیرالمومنین علیه السلام نشد. و همین چیزی هست که ما امروز ها ماها که دیگه همین جوری ولایت به دست ما رسیده، به کارهای این پدرهای ما، این بزرگان ما، این علمای ما هست، باید قدرش رو بدونیم. یعنی این ولایت رو ما سبک نشماریم، ما این ولایت امیرالمومنین که به ما رسیده، چون کارهای خوبی که اجداد ما انجام دادن، این رحمهای پاکی که توش ما زندگی کردیم نسل در نسل، این سبب شده که ما امروز این ولایت رو داریم. لذا باید قدرش رو بدونیم. خیلی خون ریخته شده، خیلی جونها داده شده، خیلی ها شلاق خوردن، خیلی ها حبس شدن، خیلی ها جونشون رو دست دست دادن که بتوانن این ولایت را حفظ کنن و تا امروز به ما رسیده. لذا خیلی قدرشون رو باید بدونیم و خیلی قدر این ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو بدونیم که غیر از این هیچی تو این دنیا ثابت نیست و فقط نام علی هست که تو این دنیا و تو اون دنیا به درد انسان و بشریت میخوره. احسن حاج آقا، و اتفاقا مطالبی که بیان میفرمایید، خب اینها بزرگ شده یه مکتب اهل بیت عصمت و طهارت هستن، بزرگ شده مکتب آقای امام حسین علیه السلام هستن، بزرگترین کسی که بزرگترین فداکاری رو در حق اسلام انجام داد و از همه چیز خودش گذشت، همین ارباب بی کفن آقا عبدالله الحسین علیه السلام هست که به فجیع‌ترین شکل خون مبارک ایشون رو به روی زمین ریختند و هتک حرمت کردند ایشون رو و حرم مطهرشون رو و در حقیقت خاندان و خانواده محترم و پاک دامن ایشون رو. متاسفانه در شرط، حالا اتفاقا من فرصت رو مناسب میدونم، شما مطلب رو هم بیان کردید و خالی از لطف نیست که این رو هم بیان بکنیم، عرض بکنیم که در این شرایطی که در حال حاضر جهان داره درش زندگی میکنه، وقتی که ما میبینیم این همه خونها ریخته شده، این همه فداکاری ها شده تا دین اسلام، مذهب حقه تشیع و راه آقای امام حسین علیه السلام به این ترتیب به دست ما برسه، برخی به راحتی به خاطر یک سری تهدیداتی که بیشتر میگم پروپاگاندا هست، بیشتر تبلیغات هست و آنچنان خطر بالقوه، خطر بالفعلی نیست، یعنی خطری که در حقیقت تهدید بکنه همه بشریت رو نیست، ولی تصمیم دارن نور مکتب اهل بیت خاموش بشه، تصمیم دارن عزاداری آقای امام حسین علیه السلام رو به انزوا بکشونن و به گوشه پرت بکنن تا چند سباهی بیشتر به زعم خودشون در این دنیای فانی زندگی بکنن. نمیخوام اسم گروه یا مجموعه خاصی رو ببرم، ولی به هر حال کسانی که به حتی به بهانه ویروس کرونا میخوان خدای نکرده مانع از عزاداری آقای امام حسین علیه السلام بشن، حواسشون باشه که اگر جزء شیعیان هستند، بدونند که آقای امام حسین علیه السلام همه چیزشون رو در راه اسلام داد، و اگر جزء شیعیان نیستن، بدونن که هر کس با خاندان اهل بیت عصمت و طهارت در افتاد، مطمئنن روزی رسوا شد. ما منظورمون این نیست که البته مردم بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی، بدون رعایت بهداشت به عزاداری بپردازن، اصلا و ابدا عزاداری آقای امام حسین علیه السلام منافاتی با رعایت بهداشت نداره، ولی اینکه بخوان عزاداری امام حسین علیه السلام رو کلا تعطیل بکنن، این مسئله مرفوض و مردودی هستش.
در خدمتتون هستیم برای ادامه بس. اگر هم در همین زمینه مطلبی مد نظرتون از بخواد برام بفرمایید در خدمتتون هستیم. بله، در این زمینه هم خیلی چیزا هست. اولا خود این بیماری یا ویروس یا هر چی اصلا معلوم نیست چی هست اصلا، و خیلی این چیزا باعث تعجب میشه. یعنی آدم وقتی این چیزها را و این کارهایی که الان حکومت ها دارن انجام میدن، چه شما در عراق یا در ایران میبینید، چه ما در هندوستان داریم میبینیم، که مثلا میان کل کشور را مثلا چیز میکنن، تعطیل میکنن، این چقدر ضرر میرسونه به کشور و چقدر اذیت میشن مردم. بعد کم کم چیزها را باز میکنن، بعد مشکلات دوباره از سر دیگه چیزهای دیگه شروع میشه. و جالب اینجا هست که بازار باز هست و مثلا پارک ها باز هست و خیلی چیزا باز هست، فقط میان مساجد رو میبندن، فقط میخوان مثلا حسینی را تعطیل کنن. این خیلی عجیبه. یعنی هرچی مشکل هست تو اون حسینیه تو مسجد هست. این خیلی حرف عجیبه، کار خیلی از دولت ها. و باید بشر بیاد یه خورده تعقل کنه، یه خورده ببینه آقا چه خبره. حتما یه کسانی پشت پرده هستن دارن یه کارهای خودشون رو انجام میدن. یک سری کشورها رو اصلا نابود کردن به خاطر همین تعطیلیا و همون خاطر این قرنطینه کردن و اینها، که دیگه اقتصادشون شاید تا 10 سال دیگه نتونه اصلا دوباره به وجود بیاد، اصلا بتونه بیسته این کشورها. لذا باید انسان توش تعامل کنه. بله اینم هست که دیگه ما هیچ مشکلی با بهداشت و اینا داریم. اسلام که دین نظافت هست. بله. اینا مثلا ما رسول اکرم صلی الله علیه و آله، اگر یه آلمان هم عرض کردم تو یکی از این سخنرانی‌ها که تو هندوستان بود، من عرض کردم این مطلب را، گفتم که آقا ما عجیبیم. یعنی ما 1400 سال قبل اگر پیغمبر گفته بود، ما اگر همون رو مثلا عملی کنیم، دیگه لازم نبود دکتر بیاد به ما بگه دستو بشورید. اگر آدم نماز خون باشه، حداقل 5 دفعه دست و صورتشو میشوره تو روز. اگر آدم یه خورده بهداشت رو رعایت کنه و دستورات پیغمبر رو رعایت کنه، معلومه که نظافت رو رعایت میکنه. پیغمبر نظافت را دوست داشت. اسلام اصلا نظافت رو دوست داره. اسلام طهارت رو دوست داره. اسلام اومد چیزها را یاد داد که مثلا چطور آدم غسل کنه، چطور وضو بگیره، چطور چیزها را مطهر طاهر کنه، خودش رو تمیز کنه، اشیاءش رو تمیز کنه. لذا اگر امروز دکترها میان مثلا میگن دستتون رو بشورید و صورتتون رو بشورید و اینجوری کنید و اونجوری کنید، این تمام دستورات را ائمه و پیغمبر از قبل دادن. فقط این که ما تو یک جایی مثلا تو یک جوی هستیم که وقتی میگیم قال رسول الله نمیفهمیم، وقتی یه دکتر میاد میگه ما فکر میکنیم یه چیز خیلی خیلی تحفه‌ای گفته. یعنی این مشکل ما هست که ما مثلا قول پیغمبر و قول الهی را مثلا تو ذهنمون نمیاد، فکر نمیکنیم، تعقل نمیکنیم. قول مثلا یه دکتر یا مهندس خیلی به نظر ما خیلی حرف قشنگ هست، در حالی که همون حرفی هست که پیغمبر و قرآن گفته. لذا و دوم این که خود تمام مشکلات بشر را این عزاداری ها حل کرده. دقیقا. تو طول تاریخ همه هر مشکلی بود اونجا که دیگه هر عقلی و هر مهندسی و هر دکتری اومد زانو زد دیگه و دیگه دستشو برداشت گفت که ما دیگه نمیتونیم، اینجا بود که دیگه سید الشهدا علیه السلام و ائمه علیه السلام و همین توسل ها و همین زیارت عاشورا و همین زیارت امام حسین علیه السلام اومد کمک کرد به مردم در برهای زمانهای مختلف، از اون روزی که شهید شد و حتی قبل از شهادتش تا امروز، چه تو همون عراق باشه، چه تو جاهای دیگر، تو هر مجلسی که به اسم امام حسین علیه السلام باشه، جای حاجت گرفتن هست، جای کمک گرفتن هست. ما به توسل همین مسجد، همین محفل امام حسین، همین مجالس عزای امام حسین علیه السلام میتونیم به خوبی از این ویروس و هر بیماری و هر بلایی که هست میتونیم بشریت را نجات بدیم. نه فقط شیعیان را، نه فقط مسلمان ها را، اینا اومدن بشریت را نجات بدن. نه نمیگیم فقط شیعیان را نجات بدن. امام حسین کسی هست که همه بشر را نجات میدهد و همیشه این کار را انجام داده. آقای ادیب یه مطلبی رو، حالا من ببخشید فرمایش شما را قطع میکنم، یه مطلبی رو عرض بکنم. من اصلا نجات رو ما باید ببینیم واقعا تعریف بکنیم. تعریف نجات چی هستش؟ تعریف سعادتمند شدن و خوشبخت شدن چی هستش؟ آیا زندگی کردن در دنیایی که پر از ظلم و فساد و
تباهی هست، با مخلوط شدن با تمامی این ظلم ها و فساد ها، آیا این نجاته؟ آیا این زندگیه؟ آیا این سعادته؟ یا اینکه نه، در مسیری قدم گذاشتن و حتی در مسیری جان باختن که معتقدات آقای امام حسین علیه السلام، به مدرسه آقای امام حسین علیه السلام بیشتر وصل هست، به محبت خدای عزوجل وصل هست، اون سعادت هست. بعضی وقتا بعضی از افراد زندگی در، من عذر میخوام این واژه را به کار میبرم و انشاءالله نه در بین شنوندگان ما هستن، نه در بین شیعیان و در بین آزاد مردان یک چنین کسانی هستن که من با این توصیف میخوام بیان بکنم، کسانی هستن که حاضرن در نکبت زندگی بکنن، در سختی و در مشکلات زندگی بکنن، ولی یک قدم برای کار خیر قدم بر ندارن و پا پیش نگذارن. خب این که زندگی کردن نمیشه، این که سعادت نمیشه، این جز نکبت، بدبختی و مصیبت چیز دیگه ای عایدش نمیشه. در بهترین شرایط هم اگر کسی زندگی بکنه، در بهداشتی ترین شرایط هم اگر کسی زندگی بکنه، نهایت نهایتش 100 سال، 110 سال، 120 سال دیگه، خیلی خیلی بخوان ارفاق بکنن 150 سال، اصلا 1000 سال عمر میکنه. به هر حال محدود این مدت زمانی که در این دنیا زندگی میکنیم، ولیکن زندگی جاودانه و سعادت اخروی چیزی هستش که خدا در قرآن، در احادیث، در ادیان مختلف بهش تأکید شده و اون چیزی هست که انسان به عنوان، به حکم از دنیا مزرعت الاخره، باید به دنبال اون باشه، باید به دنبال کسب اون باشه. ببخشید من فرمان شما رو قطع کردم، ولی واقعا این بحث، این که اصلا ما سعادت و خوشبختی رو کجا جستجو میکنیم، خودش مسئله بسیار مهمی هستش. بله این خیلی مهم هست، یعنی خود تعریف واژه برای قدم برداشتن در راه اون خیلی فرق میکنه. یعنی شما اگر واژه را یک جوری تعریف کنی، شاید طول مسیر ما عوض بشه. لذا خیلی مهم هست که ما از این واژه ها درست تعریف کنیم، یعنی آزادی یعنی چی، زندگی یعنی چی، سعادت یعنی چی. اگر این چیزا مشخص نشه دیگه خیلی چیزها پراکنده میشه، خیلی از قدمهایی که برداشته شده شاید اشتباه باشه، به خاطر همین تعریف ها هست. خیلی چیزها خیلی وقتا به خاطر اشتباه تعریف شدن یا اشتباه فهمیدن یا فهماندن سبب میشه که آدم یک کاری را انجام بده که اصلا به نتیجه نرسه، یا اون را اصلا یک جایی برسونه که اصلا بی هدف زندگیشو هدر میده. این زندگانی امام حسین علیه السلام یا زندگی امیرالمومنین علیه السلام یا شاگردانشون یا همین که قاضی نورالله شستری را بنده نام بردم یا دیگر علمای دیگه، اینا زندگی را یه جوری تعریف کرده بودن که زندگی یعنی چی؟ زندگی یعنی این که با انسان به سعادت اخروی برسه، یعنی یه کاری بکنه که اگر مردم باز هم زنده هستم. این درسی هست که این علما به ما یاد دادن. یعنی الان قاضی نورالله شستری در چندین سال قبل شهید شده، اونم با اون طرز فجیعی که من عرض کردم، ولی امروز هم زنده است، ولی اینکه جسمش اینجا نیست. ما الان 1441 قمری هستیم، ایشون در 1019 قمری شهید شد، یعنی نزدیک تقریبا میشه گفت 400 سال قبل ایشون شهید شد. 400 سال، بیش از 4 قرن. بله. بله، ولی هنوز زنده هست. چرا زنده هست؟ چون زندگیشو برای یک کاری داد که میدونست که این کار، این زندگی دادن برای این کار خیلی مهمتر از زنده موندن هست. چون من این جسدم میره از این دنیا، دفن میشه، زیر خاکا میره، ولی این کاری که من انجام میدم این باقی میمونه. احقاق الحق کتابشون باقی میمونه، تشیع حقانیت تشیع باقی میمونه، ولایت امیرالمومنین در هندوستان بر بین شیعیان و در دل عاشقان امام علی باقی میمونه. لذا امروز ما تو بعد از اینکه 400 سال از شهادتشون گذشته، امروز ما و شما و بینندگان عزیز داریم درشون در موردشون حرف میزنیم، در ازشون تمجید میکنیم. خب ایشون زنده است دیگه، آدم که زنده هم باشه اینجوری ازش تمجید نمیشه. الان مثلا نزدیک 7 میلیارد جمعیت هست تو کل دنیا، من چند نفر رو میشناسیم ازشون حرف میزنیم، در حالی که زنده هستن روی زمین دارن راه میرن. به خاطر همین که ایشون راه رفتن رو زندگی میدونه، یک کسی مثلا خوابیدن و بلند شدن و غذا خوردن رو زندگی میدونه، در حالی که این زندگی نیست. زندگی اینه که آدم آزاد باشه، یک کاری کرده باشه که بشریت رو زنده کنه، و این کاری هست که علما انجام دادن طبق همون فرمایش های ائمه علیه السلام. امام حسین علیه السلام عمر شریف، عمر ظاهریشون فقط 57 سال بود. و 57 سال چیزی نیست،
57 سال عمری نیست از لحاظ عمر دنیا که تو دنیا زندگی میکنه، معمولا 70 80 100 صد خورده تو اون زمانم که بیشتر دنیا مردم زندگی میکردن، ولی خیلی ها اومدن شاید 100 سال 200 سال عمر کردن ولی کسی امروزشون رو نمیشناسه. و امام حسین با این که 57 سال با برکت عمرشون را تو این دنیا گذاشتن ولی یه جوری زندگی کردن و خصوصا اون نهضتی که در 6 ماه آخرش زندگیشون را ایجاد کردن و به وجود آوردن، الان 1300 خورده سال از شهادتشون میگذره ولی مردم همچنان اونجوری عاشورا را نگه میدارن و اونجوری به امام حسین رغبت میکنن که هم الگو هست برای شیعیان، برای مسلمانان و برای کل بشریت. و تاریخ ثابت کرده که امام حسین دیروز هم پیروز و زنده بود، امروز هم پیروز و جاویدان هست. دقیقا همینطوره و نمونه بارزش هم همین در حقیقت زنده بودن آقای امام حسین علیه السلام و کلامشون این هستش. همین علمایی هست که شما مثال زدید، مثل قاضی نورالله شوستری یا مابقی علمایی که در طول عمرشون سعی کردن به مکتب خدمت بکنن، به مکتبی که به ذرس قاطع به این نتیجه رسیدن که مکتب حق همین هست. یه وقت آدم میره دنبال یک مکتبی، دنبال یک مدرسه‌ای، دنبال یک تفکری که خودش هم مطمئن نیست که اون درسته، یا شبهه و اشکال و ایراد به اون زیاد وارد هستش. یه وقتی هم آدم دنبال مکتب و مدرسه‌ای میره که مدرسه اهل بیت عصمت و طهارته، مکتب کسانی هست که خدشه‌ای به اونها وارد نمیشه و هر انسان عاقل و سلیمی و انسان پاکتینتی اگر بشینه و بخواد راجع به این بزرگواران صحبت بکنه، چیزی جز پاکی و درستی و زیبایی در وجود اونها و در تعالیم اونها پیدا نمیکنه. خب راجع به مابقی دانشمندان، علما و فضلایی که در هندوستان بودند از گذشته و چه تا به امروز مطالبی اگر هست به من بفرمایید، که تقریبا ما کمتر از یک ربع تا پایان برنامه فرصت داریم. بله، با یک اسم دیگه که تو ذهن میخوره که بعد اول از ایشون تمجید بشه، بعد از شهادت قاضی نورالله شستری و تثبیت خردشیایان در هندوستان، یه اسم دیگه که تو ذهن میاد، این اسم میرزا محمد کامل دهلوی هست، کامل سید محمد کامل دهلوی که به عنوان شهید رابع در هندوستان معروف هستند. بین شیعیان هندوستانشون را به شهید رابع می نویسند و این سبب شهادتشون و کاری که انجام دادن این بود که یکی از این علمای اهل سنت به اسم محدث دهلوی یک کتاب نوشت به اسم تحفه اثنا عشریه که حتما اسمش رو شنیدید. این کتاب تحفه اثنا عشریه در مورد امام زبای عبدالعزیز دهلوی این کتاب را نوشت برای این که ثابت کنه که شیعه مذهب ساخته و شیعه چیزی هست که هیچی ملاک نداره، هیچ اعتبار نداره و امامت امام امیرالمومنین و همچنین عقاید تشیع را زیر سوال برد. و همین حرف دوباره میاد که دیگه علمای اون زمان خصوصا شهید رابع بر خودش این چیز را واجب دونست و تکلیفش دونست که ما بیاییم از شیعه و تشیع و ولایت امیرالمومنین دفاع کنیم. واقعا این علما، این دفاع علما، این کتاب هایی که در رد این کتاب ها نوشته شده در این این برهه زمان چند سال هندوستان، این سبب تثبیت شیعه فقط نه فقط در هندوستان یا شبه قاره، حتی در جاهای دیگه سبب شد که شیعه تثبیت بشه. شیعه یک کتاب داشت که مثلا بتونه جواب بده، هیچ کس، هر کسی بیاد یک کتاب علیه شیعه بنویسه، دیگه علما بودن دست به قلم که دیگه بیان از شیعه دفاع کنن. و همین جواب و مکتب حقانیت تشیع همین است که اگر شما بیایید حرف بزنید، ما حاضریم حرف شما را بشنویم و حرف حق را تحویل شما بدیم. که همین کار را میرزا محمد کامل دهلوی یا سید محمد سبزواری که اسم کاملشون بود، ایشون کتاب نوشت به عنوان نزحت اثنا عشری و این کتاب در رد تحفه بود و همین سبب بود، همین کتاب سبب شد که یک پادشاه نزدیک دهلیشون را دستگیر کنه و در زندان به طریق از طریق سم دادن ایشون را شهید کنه و قبر مطهرشون در دهلی نو در
به عنوان مزار شهید رابع امروز هم معروف هست، به مکانی به اسم پنجاه شریف، اونجا در وسط دهلی مزارشون هست و اونجا یه حسینیه هست، یه حوزه علمیه هست که به اسم شهید رابع معروف هست، مسجد جمعه، نماز جمعه اونجا قائم هست و این افراد با اینکه شهید شدن کتابشون هنوز زنده هست، کتاب نزهت احسن عشری هنوز وجود داره، هم به فارسی گرفت چون به فارسی نوشته شده بود، تو فارسی هست، به زبانهای دیگه هم ترجمه شده و زندگیشون و کارشون سبب شد که دیگه شیعه اون با اون حمله که عبدالعزیز محدث دهلوی انجام داده بود را شیعه بتونه خوب جواب بده و همین کتاب سبب شد که شیعه بالاخره ترویج بشه و بیشتر بشه و اون کسانی که سنی مسلک بودن یا غیر شیعه مسلک بودن به خاطر این کتاب و کتاب احقاق الحق قاضی نورالله شستری بیشتر آشنا شدن و کتاب و مکتب تشیع و گرویده مکتب اهل بیت شدن و به طرف ولایت امیرالمومنین علیه السلام اومدن و سبب شد که تشیع بیشتر و بیشتر در شبه قاره هندوستان تثبیت بشه. این واقعا ما باید از این علما تمجید کنیم، این علما را یاد کنیم که اینها اومدن اینجوری از حقانیت اهل بیت و از حقانیت تشیع دفاع کردن و از جان دادن هم دریغ نکردند و شهید شدند به خاطر اینکه حرف حق را ثابت کنند و تثبیت کنند. بله حاج ادیب، مطمئنا اگر بخوایم نام در حقیقت علمایی که در مکتب تشیع در هندوستان خدمت کردند و مردم رو آشنا کردن با اهل بیت عصمت و طهارت رو بخوایم لیست بکنیم، مطمئنا تعداد زیادی از این علما باید نام ببریم. حالا فرصت آنچنانی هم نداریم، بیشتر از 7 دقیقه 8 دقیقه تا پایان برنامه فرصت نداریم. من اجازه بفرمایید بپرسم راجع به مدرسه های علمیه، یعنی مدرسه هایی که در اونها به تربیت طلاب یا به تربیت کسانی که آشنا باشن به معارف اهل بیت عصمت و طهارت بپردازن، آیا یک چنین فعالیت هایی در هندوستان شکل گرفت، تونست شکل بگیره و در حقیقت اگر هم شکل گرفته به چه صورت بوده، در کدوم شهر بوده؟ ممنون شما که در این زمینه اطلاعاتی به ما بدید. بله، در مورد علما هم یک سری مسائل هست که باید عرضه شد، ولی امروز چون وقت کم هست اگر شد با انشالله از در مورد 2 تا 3 تا علما که خیلی کارشون مهم بوده را انشالله فردا شب یه خورده ازشون میگیم. در مورد حوزه علمیه، بله علما چون حوزه خیلی مهم هست، چون اگر یک عالم میخواد به وجود بیاد باید یه حوزه علمیه باید باشه که بتونن افراد رو تربیت کنن، به اونها ببردازن با سبک اهل بیت و تعلیمات اهل بیت بهشون داده بشه. لذا بعد از این که عهد تثبیت شد، اونجوری که ما از تاریخ میدونیم تو خود مدارس تو حیدرآباد و اینا هم بوده، ولی به شکل حوزه کامل به وجود نبوده. یعنی خب معمولا یک نفر، دو نفر، چند نفر پیش یک عالم درس میخوندن ولی شکل حوزه نگرفته بود. ولی در زمان عوض که حکومت همین پادشاهان عوض بود که ما دیشب و پریشب در موردشون حرف زدیم، سبب شد که علما بیشتر بیان یک حوزه را تاسیس کنن و که اولین حوزه، حوزه مکتب امامیه در شهر بنارس هندوستان تقریبا 250 سال قبل تاسیس شد و هنوز اون مدرسه و اون حوزه علمیه وجود داره، طلاب هم تویش هستن و هر ساله از اونجا فارغ التحصیل میشن و تو اکثر نقاط مختلف هندوستان و حتی خارج از هندوستان راه میرن و میرن برای ترویج دین اهل بیت علیه السلام. و بعد از اون خود این شهر لکنو که پایتخت نوابین عوض شده بود، یک جایی شد که دیگه مرکز، هم مرکز تشیع بود در جنوب در شمال هندوستان، هم مرکز حوزه هندوستان بود. یعنی حوزه علمیه سلطانیه که به اسم سلطان اون زمان سلطان مدارس گفته میشه تاسیس شد. بعد حوزه علمیه مشاعر الشریعه که به اسم مدرسه جامع ناظمیه الان معروف هست اونجا هست. حوزه علمیه مدرسه طلب عزین، این خیلی مهم هست، این 2-3 تا مدرسه. یعنی الان شما اگر امریکا برید، شما اگر استرالیا برید، شما حتی آفریقا برید، خیلی کسانی که اومدن
سبب تشیع یا سبب رایج شدن تشیع در اون مناطق شدن، یا الان مثلا اونجا به عنوان امام جمعه یا به عنوان مثلا آخوند محل هستند یا به عنوان روحانی محل هستند، کسانی هستند که تو این حوزه علمیه ناظمیه و سلطانیه و مدرسه الوایزین درس خوندن. یکی از این شاگردان همین مدرسه وایزین به اسم سید رضوی که ایشون مهاجرت کرد به افریقا و سبب شد نزدیک دو میلیون افراد را بیاد شیعه کنه. این سفر این از یک نفر، یعنی یک طلبه از سلطانیه مثلا لکنو سفر میکنه میره افریقا و یک میشن قرار دادن به اسم حضرت بلال، میشن به اسم مبارک معظم رسول الله حضرت بلال. و الان هم ایشون که از دنیا رفتن ولی نوه ایشون هنوز هستن و هم از طلاب خوب و هم از علمای خوب هستند و این فعالیت میکنه. و الان تو افریقا اگر اسلام و تشیع رایج شده به خاطر این زحمات این فردی به اسم آقای رضوی هست که اونجا کار کردن و تشیع رایج کردن. یعنی همون این حوزه ها سبب شد که علما به وجود بیان، علمای درس خونده، علمایی که برای ولایت امیرالمومنین قائل بودند که بیان و حجرت کنن و مسافرت کنن و مناظره کنن و کتاب نویسن و بالاخره تشیع را در اکثر نقاط جهان بتوانن برسونن که هم اجرشون در دنیا و آخرت باقی هست و اصل اجر امیرالمومنین و خدا انشاءالله بهشون میدهد، ولی کارشون دیده میشود و این ضرورت حوزه و اهمیت حوزه های علمیه را به ما نشون میده و همچنون نشون میده که چطور باید حوزه کار کنه و چطور باید افرادی که تو حوزه هستند کار کنه. در حقیقت خروجی نرفتن... حوزه باید چی باشه؟ در حقیقت نشون میده خروجی حوزه باید چی باشه؟ خروجی حوزه باید شخصی باشه که توانایی این رو داشته باشه که وقتی در بین افراد آماده قرار میگیره، افرادی که شیعه نیستن، بتونه اونها رو با منطق صحیح و با مکتب اهل بیت آشنا بکنه و اونها رو به تشیع جذب بکنه. این همین آقای رضوی که فرمودید که در حوزه سلطانیه درس خوندن و به کشور آفریقا سفر کردن و 2 میلیون نفر رو شیعه کردن. عذر میخوام، فرمایش شما رو قطع کردم، ببخشید، در خدمتتون هستیم. بله این خیلی مهم هست که ما یه جوری افراد را تربیت کنیم که وقتی از حوزه خارج بشن سفیر اسلام باشن، سفیر ولایت امیرالمومنین علیه السلام باشن. یعنی نرن طرف دنیا و کسب مال دنیا و کسب جاهای مناسب منصبهای دنیا و سیاستهای دنیاوی و اینها. اینها بیان کار وظیفه اصلیشون دفاع از حقانیت تشیع، دفاع از مظلومیت مردم. یعنی یک جایی داره ظلم میشه باید حوزوی بیاد دفاعشون کنه، باید حوزوی کنار مردم بیسته، باید بگه که آقا ما و شما یکی هستیم، منم مثل شما هستم، منم جزء همین توده مردم هستم، فرقی نمیکنه با اینکه من طلبه هستم بالاخره با شما هستم. یعنی آدم وقتی روحانی را میبینه فکر میکنه نماینده امام زمان جلوش وایستاده، فکر میکنه نماینده امیرالمومنین ولایت امیرالمومنین جلوش وایستاده. اینا بودن که مردم میتونستن رازشون و مشکلاتشون و مشکلات خیلی سریشون و چیزایی که به هیچ کس نمیگه به روحانی ها میگفتن و میگن تو این مناطقه که ما هستیم، به خاطر اینکه ایشون رو امین میدونه، به خاطر اینکه ایشون رو دوست میدونه. لذا اون جاهایی که علما اینجوری کار کردند و با مردم کار کردند نتیجه داد و مردم هم احترام بهشون قائل هستند، هم رازهاشون رو میگن، هم سریهاشون رو میگن، هم باشون بیستند و برای حقانیت تشیع با اینها کار میکنن، که این خیلی مهم هست. تثبیت حوزه و نگه داشتن حوزه های علمیه و نگه داشتن سنت های قدیمی حوزه علمیه که امام باقر علیه السلام بنیاد گذارش بود، که امروز هم سالگرد شهادت این امام مظلوم هست. باید به حوزه یک جوری نگاه کنیم که ائمه بهش نگاه کردن و اون کسانی که از حوزه خارج میشن هم باید این چیز رو یادشون باشه که ما از مکتب امام محمد باقر داریم میریم بیرون. لذا هیچ قدمی نباید خلاف رای امام باقر برداشته بشه، هیچ قدمی نباید یک چیز جایی بره که امام باقر قبول نداشت یا امام باقر نمیپسندید. خیلی ممنونم حاجی ادیب، بسیار بسیار لطف کردید، مطالب بسیار ارزنده ای رو بیان فرمودید.
خدا انشالله که بر توفیقات شما بیفزایه. اجازه بفرمایید من به خاطر اینکه وقت برنامه به پایان رسیده در اینجا از شما خداحافظی بکنم و انشالله ادامه بحث رو به فردا موکول بکنیم. انشاءالله تعالی. و هم به شما و شما هم بینندگان عزیز رو به خدای بزرگ می سپارم. موفق باشید. خدا نگهدارتون. خب بینندگان عزیز، حقیقتاً تو یک جمله بخوایم بگیم، حوزه‌ای که بتونه یک چنین افرادی رو تربیت بکنه و روحانیون و طلبه هایی که واقعا سطح زندگیشون هم سطح با خدمتون عرض بکنم مردم عامی و عادی جامعه باشه، اون حوزه میتونه حوزه امام صادق و حوزه آقای امام محمد باقر علیه السلام باشه. اگر بخواد حوزه یا مرکز در حقیقت آموزش دینی با سیاست حکومت ها بخواد قاطی بشه، اون موقع است که مشکل به وجود میاد و حتی مردم نسبت به دین هم زده میشن. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. هر کجا که هستید پیروز و سربلند باشید. بازم تحسینات عرض میکنم شهادت آقای ما محمد باقر علیه السلام به خدمت شما. تا دیدار بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. موفق و پیروز و سربلند باشید. یا حسین. مهر تو ای حسین جان از دل کشد زبونه، مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه. مولای من حسین جان، آقای من حسین جان،